د دغه موضوع د بحث لپاره المصره په استودیو کې د افغانستان د ژورنالیستانو د شورا رئیس حفیظ بارکزای په استودیو کې دی ته خرغ لاسوې مودان سلام و سلامت اوسه زم په خپل وار د اریانا نیوز لیدن ته سلامونه او تستونه رجو درسته مننه کوي په دغه ریپورت څومره له واقعیت سره پټا کار کې دی آیا تاسو په جریان کې یاست سلامت اوسه د افغانستان د ژورنالیستانو شورا د ادارې مقت نه شروع کړی دی چې په نامین د مختلف اتحادیې ژورنالیستانو ملي او بالاخره خبریالانو تقریبا 15 کاله دی چې د افغانستان د ژورنالیستانو شورا په نامه او په فعالیت کې او په دیرش ولایتو کې نمایندګي لري رالو دې راپور ته چې دا کمیټې مسؤلیت خصوصا کمیټې مسؤلیت په دې او اخر کې یو ریپورت جوړ کړی دی خو هغه هم تحقیقي یعنی د حضیات او مسؤلیت او نور جزئیات هم ورکړی دي خصوصا په دې اوسنۍ شرایط د افغانستان که موږ خبرې به وکړو دقیقه ده چې په افغانستان کې امنیت نسته اکثریت کورنۍ په دې شهر کابل خپل غړي د کورنۍ خصوصا بخش د ژورنالیستان د ځانه اجازه نه ورکي دا یو غټه ستونزه ده موږ دا خبره منو چې دا په اته سوال اسکاله روان و ده خبر اته هغه مسلکی ژورنالیستان چې په پانتونونو فارغ سوی د خبرې است مګر په ساته د ولایت خو بالکل واضح خبره ده چیرته چې امنیت نه وي خامخا دا خبره به وي مګر دغه ریپورت چې جوړ سوی ده زه فکر کوم چې د تحقیق په نامه باید په ډیره دقت باید جوړ سوی وي دا چې په هر عرصه کې فیصدي ورکړی دی خصوصا د رسانۍ په بخش کې تقریبا فکر کوم چې یو وکاله یا اته کاله مخکې یو څه یعنی ستونزه وو خصوصا د بخش په رسانۍ کې مګر دغه ستونزه هم حل سو زما په نظر فکر کوم چې دا دقیق نه ده خصوصا په رسانۍ کې ډیر محدود رسانۍ به وي مګر افغانستان ځان ته فرهنګ لري قانون لري دا هغه ریپورت د کومو معیارونو پر اساس باندې خپور شوی په کومو ولایتونو کې که موږ ته جزئیات راکړئ لیدونکي هم په تمه دي تر څو ډېر جزئیات په افغانستان کې خو داسې حالات ده چې هر چېرته یو دوکان جوړ سوی ده د انجوګانې د خوانه نو پیسې اخلي یو ریپورت جوړوي خامخا یعنی ارزیابي هم نشي کولی خصوصا ژورنالیستان چې یو ریپورت جوړوي په ډېره دقت یعنی آخرین مرحله دی معیاري مسلک د ژورنالیزم ریپورت دی یا گزارش دی چې باید په ډېر دقت جوړ سي رالو دې خبره ته چې زما په نظر زما په هند فکر کوم چې دا خپل یو ستونزه لري دلته لیکل سوی دی چې تقریبا نش پته در صد په رسانی کې زه فکر کوم چې دا غلط خبره ده په رسانی کې داسې نه دی چې افغاني رسانی داسې جنسي تیره یا بد اخلاقی به وي یو تعداد یعنی مخکې څو کاله مخکې ستونزه وو مګر دا ستونزه حل سو زما په نظر د معیار په حساب دا په دې کې پرسشنامه په نامه چې یعنی استلام ورکړی دی ځواب اخیستی دی باید مستند سازی سي هغه هم باید هر خبریال که ښځینه ده که نارینه دی خصوصا په دې ګزارش کې دخل سوی ده باید امضا به وکړي خو اصلا ژورنالیزم حکم کوي چې خصوصا د مرکې په حساب باید مستقیما دا کار سوی دا چې مثال زنانه کسان ازر سوی نه دي خصوصا خزینه ژورنالیستان دا جلا خبره ده مګر زما په نظر څه چې دوی په ولایت کې لکه ایرات کابل ننګهار خوست دغه قندهار تاسو ته بهتره معلومه ده په قندهار کې خو وضعیت هم په بل حالت کې دي څوک اجازه نه ورکوي همداسې په ننګهار کې ستونزه د امنیت او د کورنیو د مانی کولو لپاره مانی کول نه دي چې خپل لونې یا میرمنې رسنیو کې د کار کولو لپاره دوی ته اجازه نه ورکوي په دې خو ټول پوهیږو حتی ځینې کورنۍ خپلو لورګانو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته لاړ شي څه راسد دي ته چې په رسنیو کې کار وکړي ستونزه دلته ده چې دوی ویلي په خپل ریپورټ کې چې 80% ښځې او نجونې چې په رسنیو کار کوي دوی د جنسي ازارونو سره مخامخ کیږي آیا دا ریپورت څومره واقعیت لري تاسو ته آیا کومه اسناد رسیدلی تاسو هم ما همیشه دا خبره یعنی د افغانستان د ژورنالیستان شورا خصوصا چې ما مخکې وایل سوال اسکاله چې په افغانستان کې فعالیت کی اته سو سکم نه سو غړي لري یعنی هم فرنګیان او شاعران او ژورنالیستان په ځینو بخش کې ده تر اوسه کوم ریپورت راغلی نه دی او یعنی مخکې یو ستونزه وو تقریبا سو کاله مخکې
یو تعداد رسانی کې چې اوس هم اسناد شته، مګر تر اوسه موږ ته په سطح د ولایت کوم ریپورټ راغلی نه دی او په سطح د مرکز. یو تعداد ستونزه زه لکه تبعیض شته، یو یعنی موافق یو، مګر په عرصه کې د ناهمني په حساب موږ موافق یو چې اکثریت کورنۍ اجازه نه ورکي. خامخا د هر څوک چې به چې یو ملکي ناهم نه وي که ولایت که ولسوالي، خپله یو د کور غړي اجازه نه ورکي، که خصوصا ښځینه کسان ته. دا معلومدار خبره ده، هر څوک مني عمومیت دی. دا ریپورټ په عمومیت کې لیکل سوی ده، هغه تحقیقي چې موږ ورته وایو چې باید ثابت سوی وي. زه فکر کوم چې په افغانستان کې کاشکې حکومت مطابق د اصول حرکت کې، مثال یو ټولنې ریپورټ ورکوي، باید په دې خاطر چې دغه ستونزه حل سي باید ځان دره نږدې کړي، همجاقي رامنځته سي چې دغه ریپورټ د کوم ځای نه د کوم ولایت چا دا خبره کړې دي. خو متاسفانه په افغانستان کې عدم حاکمیت د قانون دی. هر څوک در ګوښې نه جغ پورته کړي او وایي چې په رسانۍ کې بد اخلاقي ده، په فلانۍ کې بد اخلاقي ده، ثابت کړي. زما په نظر څه چې موږ ریپورټ لرو، فکر کوم چې په یو دو درې بخښې موږ موافق یو، نور موافق. بله، ستونزه بیا هم دلته د سوال دلته پیدا کیږي چې که چیرې په دغه ریپورټ کې د جنسي ازارونو یو یا دوه مورد وي، یا هم تر پنځو موردو یا تر لسو موردو، دوی ویلي اویا سلنه ښځې او نجونې په جنسي ازارونو باندې له جنسي ازارونو سره مخامخ کیږي، باید څه فکر کوئ؟ دا باید جدي ونیول شي که ډېر زیات وي، او که ډېر کم وي نو باید دا قانوني برخورد له دغو کسانو سره وشي چې دا ډول ریپورټونه خپروي، ځکه دا منفي اثرونه لري په ټولنه باندې. خپله رسنۍ د تیرو څوارلسو کلونو سره لاسته راوړنه د حکومت همدارنګه د ښځو لپاره د ټولنې لپاره، فکر نه کوئ دا ډېر بل رقم؟ خامخا دا معلومدار خبره ده چې په دې اوسنۍ شرایط، ما مخکې تاسو ته ویل چې افغانستان ځانته فرهنګ لري، فرهنګ ځانته فلسفې لري په ملک. دغه ریپورت چې خپور سوی ده ناقص دی. امکان لري چې یو دوه درې قضیه اغم په د سوال لاس کاله کې موږ په دې کې یعنی موافق یو. یعنی کومه برخه یې تاسو بې بنیاده ده؟ زما په نظر دا چې تقریبا 90% دا خبرې کړې دي چې په رسانۍ کې داسې جنسي تیره او بد اخلاقي او خصوصا همکاران خبرې کړې دي. همکار هیڅ وخت دا کار نه کوي، خصوصا په رسانۍ چې فعالیت کوي. که توافق هم به وکړي خامخا راتلونکي د خاطره توافق کوي، یو خبریال بل خبریال سره. اما وګورئ بارکزای صاحب، توافق له جنسي ازارونو سره زم وایم دا خبره چې دا غلط ده مطلقا. دومره چې دوی ارقام ورکړي دي، دوی باید ثابت کړي. دا عادي خبره نه دي. متاسفانه په دې افغانستان کې قانون نشته چې پښتنه وکړي. دا خو د عزت او ابرو دی یو خبریال دی، دا مهمه دی. ما مخکې تاسو ته ویل چې فرهنګ افغانستان ځانته فرهنګ لري. اوس همدغه مسؤول کسان باید څه وکړي، ځکه دا خو ټولو د رسنیو کارکوونکو ته مخصوصا نجونو ته ښځو ته دا خو یو ستر توهین دی. بل دا چې شاید هغه ذهنونه چې او لیدلوری د کورنیو لپاره چې خپل نجونې ښځې رسنیو ته لیږي بدلون ورکړي، دا خو سره جفا ده د هغو کسانو په حق کې چې دلته په رسنیو کې کار کوي. زه بالکل موافق یم چې حکومت په دې برخه کې باید توجه وکړي. د افغانستان د ژورنالیستانو شورا هم آمده دی خیزنه جورنالستان تا موش امشالا دا خبر بشریک کو. و زه فکر کامو چی اگر ریپورت چی خبر سوی دا باید دینه باید سیلنه وسی چیری پا کمزایی که او داغ ارقام چی برکلی دی باید ثابت کی، او دا غطه او توهینم دی خصوصا خیزنه جورنالستان تا او خصوصا چی پرسانهی که خبری سوی دا. خامخا په وطن که ما ماست دست مخی ولی چی امنیت نیی کورنۍ اجازه نه ورکي، خصوصا په سطح د اطراف د افغانستان یعنی ولایت. دوی یو سلو څو نفر سره مرکې کړي دي، هغه هم د پرسشنامې په نامه یعنی استلام ورکړي دي. هغوی بیا لیکلي دي چې داسې حالت دي. خبریالان همیشه مستند سازي کوي، خصوصا ریپورټ. هر یو خبر جان د ژورنالیزم چې بي دا به ثابت کړي. دا د ښځینه ژورنالیستان حق دی چې خپل ژغ پورته کړي چې په کوم اساس چیرې، او موږ نشو کولی چې ورته وایو چې نه شپېته ارقام دومره. باید ارقام ثابت سي. په خبریالان خصوصا د ژورنالیزم په مسلک کې همیشه ژورنالیزم وایي چې په ارقام کې ډېر دقت وکړي، یعنی ځان ته بالکل معلوم کړي دلته
که د پولی مسائلی که یه اروپیم با پاتی تنش کوالای چی ورته وای چی نه زره دلار در حالی چی ات زره نه سوا نه نمیده یه دلار کم دی یعنی ارقام دیره بده قد چی دا مسلک د جورنالیزم اکم کی اوسن پر صورت را لو دی خبرته چی ام دسی پا بخش ده تبعیز دسی خبری سویده پا بخش ده دغه دی ماشون و امتیازون و هم دسی جنسی تیره زی دغه جمله تا موافق نایم یو خبری تا موافق یو ما چی پسات ده عمومیات لری پا افغانستان که امنیت نستا اکثریت کورنۍ اجازه نه ورکوي خپل لور ته که ژورنالیست مسلکی هم بی چې داسې یو وضعیت دی خامه خبرو عزت خبره ده نو دغه ټکي ته چې دوی لیکلي دي فارکسای صاحب د افغانستان د ژورنالیستانو د شورا د ریاست هغه غبرګون و د دغه ریپورټ پر وړاندې څه وي څه اقدامات به ترلاسه لاندې ونیسي موږ په دې کې کوشش کوو چې دغه کمیټې مسؤلیت سره به اړیکې ونیسو چې تاسې د کوم ځای نه دغه ریپورټ ترلاسه کړی دی چې موږ هم د ولایت سره به دا خبره شریک کړو او خبریالان مطابق د معیار هیڅ وخت خصوصا څوک چې ګزارش ورکوي د میز شاته ګزارش نه ورکوي ساحې ته ځي بیا چې موږ د تحقیقي خبرې کوو خو دا خو ډېره مهمه دی تحقیقي بیا ځان ته جزئیات لري ډېر په دقت کې باید جوړ سي یعنی اندکترین اشتباه نه سي یعنی زور د یو خبریال ډېره قوي زور دی کولی سي چې تغیرات به ورکړي په یو ملک آتا په امریکا کې رئیس جمهور ایسته سو مګر دقت ضرور دی موږ د خو سره اړیکې نیسو یو باید د کوم ځای نه دغه ولایت دی برګزای صاحب یو سوال مخکې د دینه چې دغه ریپورت خپور شي د رسنیو په کچه ټولو ته ورسیږي حتی په نړیوالو ټلویزیونونو کې دا خپور شو بلاخره نړۍ ته هم یو ډول ذهنونه د نړۍ ذهنونه یې راوپارول ستاسو مسؤلیت څه و تاسو ته آیا له تاسو سره یې شریک کړی و یا دا چې خپل سر باندې دلته خو د هماغه مسله ده چې وایي شار خربوزه خانه ده زه وایم چې شار خربوزه ده زه ثابتوم درته موږ په افغانستان کې ملي وثیقه لرو چې قانون د اساسي د افغانستان دی هلته وضع لیکل سوی دی چې دوه ټولنې نشي کولی په یو نوم په یو هدف کار وکړي خو متاسفانه په د څوارلس کاله همداسې غم دی په دې افغانستان کې د بل خوانه وزارت د اقتصاد هم هر څوک ته جواز ورکوي یعنی کولی سي چې یو انجو جوړ کړي علاقمندي د خارجیانو په انجوګانې باندې دی سوال دا دی په څوارلس کاله موږ پرون یو اعلامیه صادر کړ چې جامع بین المللي نړیوال ملکونه څه چې ژورنالیستان ته د ژورنالیزم په نامه مرسته سوې ده باید موږ ته ارقام ورکړي چیرته کوم ځای او موږ د هغه ټولنې چې د انجوګانې په نامه فعالیت کې د دوی نه هم خواهش کوو مطابق د لر اساسي د قانون چې دوی هم ژورنالیستان ته او خلقو ته ریپورټ ورکړي دا یو غټه ستونزه دی په افغانستان کې د ژورنالیزم په ډګر کې بلکل هر چیرته د قانون خلاص شوی دا چیرې قانون چیرې دی خبر شوی تاسو هیڅ په جریان کې نه وای چې دا خبر شوی یا هغه کمیټه چې جوړ شو د فدراسیون په نامه زموږ د خانه رد شو ولی په دې خاطر 15 نفر چیرته جمع شوی دا فقط دوکانداری دی په افغانستان کې مصور زه د خارجیان سره خبرې مې وکړم مرکم مې وکړم چې په کوم حساس تاسو باید قانون اساسي د افغانستان باید احترام وکړئ درناوی وکړئ خدای انجوګانې ده نورال دې خبره ته چې دا د حکومت دنده دی چې باید موږ هم په دې برخه کې تحقیق کوو تلیفون هم کوو چې په کوم حساس په کوم ولایت څوک بله دا حق د ژورنالیستان دی د څلورو تر دریو څلورو شاید هم له هغه څخه زیات وي 15 ولایتونو یا هغه وزیر لیکل سوی ده چې ایراد دی کابل دی مزار شریف دی ننګرهار دی خوست دی بله یعنی تاسو فکر کوئ دغه ولایتونه د ټولو ولایتونو څخه نمایندګي کولای شي یا په هیڅ یعنی ما مخ تاسو ویل چې اصلا موږ دغه سره مستقیما دا یو آزاد ټولنی دی په 14 کاله فعالیت روان دي چې فعالیت کی فضل خدای فراگیر دی خبریالان په افغانستان په سطح کې دي د چانم په سیټ روس اخیستنی دي نورال دی خبر ته چې ما مخ تاسو اشاره وکړه چې دا انجوګانې دي داسې آلات دي فقط ریپورت جوړي خو زه وایم چې ژورنالیزم حکم کوي چې باید ډیره دقیق خصوصا په ارقام په بخش کې په نور بخش کې زه پر رسانه کې توافق نه لرم دی باید ثابت وکړي په کوم رسانه کې تیرې جنسي سویدا چیرې او دغه همکار یا کارمند دی ژورنالیستان چې دی یعنی په دې مسله کې اخته دی څوک دی دا دی خبره ده دا د ناموس خبره ده
موږ چې بیا په دې کې داسې مرکزونه یعنی گزارشونه خپوري د یو غټو ستونزه دي. پرګزای صاحب خپل سوال بیا تکراروم، به ستاسو د شورا مسؤلیت څه دی؟ خبرګون مو څه دی؟ مسؤلیت زموږ معلوم دی چې هر څوک یو ژورنالیست چې راځي که نر ده که چیزی ندی خپل ریپورت خپل ستونزه درجه ای امضا کوي، موږ مستند خبرې کوو. اوس رالو چې مسؤلیت بیا څه شی ده؟ دغه ریپورت خپور سوی دی، موږ د هغوی سره به شریکه وو، تلیفوني خبرې کوو، ورته وایي چې آیا دا دقیق دی که نه دی. او د حکومت دندم دا دی چې باید په دې بخش کې خصوصا وزارت اطلاعات د کلتور باید د دوی نه سوال به وکړي چې راوړي دغه راپور. او 15 ولایت نمایندګي نشي کولی که ځنونه په سطح وي په هیڅ وجه. دا هادي خبره نه دی، دا عزت او آبرو د دې سیزنه ژورنالستان بخش دی. او همدارنګه د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې زموږ په بخش کې معلومدار خبره ده چې څه چې د دوی ستونزه وو یا د وظیفې نه ګوښه سوی وو، موږ د خپل دغه رسانې سره خبرې کړې دی، بلته ځای په ځای سوی دی او راغلو دی په دې خده د دې حقوق نه موږ دفاع کړی دی که ښځینه دی که نارینه دی. په دې څه چې اصول حکم کوي موږ خو نشو کولی چې تفنګ به واخو بیرته عکس العمل به وکړو، خو په یو ملک قانون دی، اصول د حکومت دی، حکومت سره موږ دا خبره شریک کړې دي، حکومت مجبور دی چې باید دغه ستونزه به حل کړي. نو په بخش د دې دی چې موږ څه کولی سو، حتما د افغانستان د ژورنالستانو شورا آماده دي، موږ د ولایت سره هم دا خبره شریک کوو، یعنی تحقیق څېړنه کوو، معلومات ترلاسه کوو د چانه آیا دا خبره رښتیا دي که نه دي. دا ریپورت موږ سره سریښ سوی نه دی، یو څو کسان را جمع سوی دی د فدراسیون په نامه، فقط پیسې دي، بزنس دي په ټول افغانستان کې. ما تاسو ته مخکې ویل چې نړیوال ملکونه دنده معلومدار دا دی چې څه چې د ژورنالیزم په نامه په افغانستان کې کومک سوی دی، لطف وکړي دغه ریپورت ژورنالیستان ته او خلق ته ورکړي. بله بارکزای صاحب، په دې هیله چې ستاسو د څېړنې پایله هم په رسنیو کې خپور شي او هغه کسانو ته چې دا یو سوال د افغانستان ټولو خلکو ته، مخصوصا هغه کسانو ته چې نجونې او میرمنې په رسنیو کې کار کوي، ذهنونه یې راپارولي، یو ډول شاید منفي ذهنونه ټولو ته ورکړي. بله په دې هیله چې ستاسو هغه پایله د ریپورټ او د تحقیق هم په رسنیو کې خپور شي او خلکو ته هم د شیزنه ژورنالستان دادی خبر نه دی ژغ پورته کی د افغانستان د ژورنالستانو شورا په خدمت کې دی، د حکومت دندم بالکل معلوم دار دی چې دغه ریپورت باید دقت وکړي، سیرنه وکړي چې آیا دا واقعیت لري یا نه. که واقعیت لري خو زه فکر کوم دغه جزئیات چې ورکړي دي د ارقام د لحاظ د مسلک د لحاظ د ستونزه لري. له تاسو نه مننه. سلامت. د افغانستان د ژورنالستانو د شورا رئیس حفیظ الله بارکزای له ما سره په سټوډیو کې وو. د هغه نظر پوښتنې په اړه چې ویلي وو اویا په سلو کې ښځینه میرمنې او نجونې چې په رسنیو کې کار کوي په له جنسي ځورونو سره مخامخ کیږي، بحث او خبرې اترې درلودې. بیا هم تر لنډې دمې وروسته غزرو سپرونه دوام لري، زه درسره یم، ملتیا مه وکړئ. هم تاسو سره غلاس وی وغز روز خبرونه دوام لري. د اسلامي هیوادونو د همکاري او د سازمان غړیو هیوادونو په ترکی کې د یووالي، عدالت او اصول تر شعار لاندې غونډه پیل کړه. په دغه غونډه کې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې کیږي. د افغانستان اجرائیه رئیس هم په دغه غونډه کې خپل وړاندیزونه غونډې ته وړاندې کړي چې د افغانستان د سولې لپاره باید ډیر کار وشي. 13مین نشست سران سازمان همکاری های اسلامی با حضور 57 کشور مسلمان دنیا پنجشنبه در ترکیه برگزار شد. با آنکه هدف برگزاری این نشست مشتمل بر قطعنامه 7 ماده ای است، اما تاکید بیشتر سران این کشورها نسبت به موارد دیگر مبارزه با تروریسم است. گفته می شود بحران افغانستان در این نشست بیشتر از دیگر کشورهای مسلمان متبارز است. نبود صلح، موجودیت تروریسم تربیه شده و فساد اداری مثلث نگرانی کنونی دولت افغانستان را تشکیل می دهد.
افغانستان جنگ د اسلام په نام لاندې جنگ دی. نامو ټول کې دا جنگ د افغانستان پر خلاف دی. دا جنگ تر افغانستان کې وی افغانستان هیله لري چې د سازمان په د افغانستان سره دی جنگ د بشري او اسلامي احکام خلاف اعلان کړي او په دې توګه سره به د دې مطلب وروسته جوړ توانې چې په افغانستان کې دایمي سولې خاوند اوسو. ټول کې زموږ انتظار دا دی چې دا سازمان افغانستان انتظار کابل از این نشست بر علاوه مبارزه علیه تروریسم آوردن صلح در افغانستان نیز است. فیصل میگوید تاکید آقای عبدالله بر این است که جنگ افغانستان داخلی نیست، جنگ تحمیل شده مانند دیگر کشورهای اسلامی است. افغانستان تبعید چه جنگ بحرانی لحسونه داری افغان حکومت خیلی داری چه اسلامی همکاری سازمان و حق بحرانی آباد شده افغانستان جنگ داری هر هم پناشه که یا بسیم الهی وادون سخن شده که مستقیم و غیر مستقیم مشکل دی و غاری چه در افغانستان جنگ پیسی وارنه که با تروریسم به گونه مشترک مبارزه شود، سخنی که وزیر خارجه مصر بران تاکید داشت. صلح در افغانستان، لیبیا، عراق و سوریه بوده دیگر از سخنان وی است. مبارزه با تروریسم در این نشست محور اصلی گفتگوها خواهد بود. کشورهای لیبیا، سوریه، عراق و افغانستان به صلح نیاز دارند که در محراق کار کشورهای اسلامی قرار دارند. ما می‌خواهیم با تروریسم مبارزه جدی داشته باشیم. تروریسم مثل داعش که در عراق و سوریه است و دیگر این که کشورهای اسلامی به مانند برادر در یک سطح قرار گیرند. افزایش فعالیت‌های تروریستی در میان کشورهای اسلامی مهمترین دغدغه 57 کشور مسلمان را که در این نشست دور هم گرد آمدند شکل می‌دهد. دیده شود در اعلامیه اخیر تا چه اندازه روی صداقت خود کشورهای اسلامی تاکید خواهد شد. بیش از 30 کشور اسلامی دنیا گرد هم آمدند تا در مقابله با توریسم و افراطگرایی مبارزه کنند. هرچند که گفته میشه شمار از این کشورها توریسم را در خود میپروراند، در قطعنامه اخیر دیده شود که چقدر بر صداقت از اینا تاکید خواهد شد. علی جواد ازغری، آریانا نیوز، استانبول، ترکیه. در بحث لپاره المصرف استودیو کې د ولسی جرګې غړی غلام فاروق ماجورو د دوی ته خرغلاس وایم. مجرور صاحب، ډیری د تروریسم فعالیتونه او هغه ترهګریز کړنې په اسلامي هیوادونو کې ډیری دي. څه فکر کوئ دغه ناسته څومره کولی شي دې ته زمینه برابره کړي چې له تروریسم سره جدي مبارزه وشي په اسلامي هیوادونو کې؟ به نام خداوند بزرگ، به عرض سلام خدمت شما همکاران محترمتان و همچنان بینندگان عزیز. متاسفانه که تروریسم در کشورهای اسلامی با وجود آمد، رشد کرد و اولین کسایی که قربانی تروریسم و افراطگرایی هم شد در جهان خود مسلمان ها بود و فعلا هم هست. تروریسم نه تنها که کشورهای اسلامی را متضرر ساخت و اینها را جنگ های بسیار خانمانسوز در راه اندازی کرد و امروز هم اغلبا کشورهای اسلامی رنج میبرند یا مستقیما در جنگ هستند یا با نوعی مشکلات متضرر شدن از دست تروریسم دارند و رنج میبرند. چیزی که بسیار تروریسم و افراطگرایی برای مسلمان ها بیشتر متضرر ساخت اونها را مسئله بدنام کردن اسلام بود. اسلام با عنوان دین صلح، عدالت، برادری، دین اخوت، دین انسانیت و دینی که تمام امو مکارم اخلاقی انسانی و بشری در این دین هست، این دین به عنوان یک دین وحشت و ترور و یک دینی که یک دیگر نمیپذیره و دینی که یک دیگر میکشه و کشت و کشتار و اینها به جهان معرفی کرد. بنابراین تمام کشورهای اسلامی که بعضی از کشورها در ایجاد تمویل تروریسم و افراطگرایی هم نقش داشتند، اینها هم متضرر شدند. سازمان کنفرانس اسلامی که از چندین سال به این بدین سو به خاطر همبستگی بهتر کشورهای اسلامی به میان آمده، هرچند نشست های مختلفی را داشته که این نشست 13 نشست سازمان هست، ولی متاسفانه این سازمان نتانسته یک رهبری واحد، یک وحدت نظر در بین تمام کشورهای اسلامی به وجود بیاره تا این کشورهای اسلامی هر کدام که متضرر میشه اینها جمعاً در برابر دشمنای از دو کشور اقدام بکنند و
به صلح دست بیابند. این بار هم که تحت نام اتحاد همبستگی برای عدالت و صلح برگزار شده در استانبول ترکیه، واقعا یک نام بسیار خوب است و کشورهای اسلامی هم چنین چیزی برای از اونها از نیازهای مبرمشان هست. ما مسلمان ها به همبستگی و برادری نیاز داریم، به عدالت نیاز داریم، به صلح نیاز داریم. ما برای ترویج دین مبین اسلام باید این چیزها را حتما با خود داشته باشیم. در غیر از اون این همه قربانی تروریسم و جنگ های نیابتی خواهیم بود و متاسفانه چهره اسلام عزیز هم در بین کشورهایی که بسیار علاقه دارن که چنین باشه مخدوش خواهد شد. آرزو داریم که این بار که قضایای افغانستان هم آنچنانی که ما در گزارش شنیدیم در صدر برنامه های این کنفرانس قرار داره، این شورا نتیجه بخش باشه و کشورهای اسلامی صادقانه در برابر این قضایا برخورد بکنند. صداقت در عمل و گفتار کشورهای اسلامی میتونه که ما رو به یک صلح، به یک برادری و اتحاد برسانه. بله مجروح صاحب، سوال هم دلته دیم چوم را به دغه ناسته که هغه جمنی چه به دغه ناسته که کیگی مخصوصا در افغانستان پر ورانده چه در صلح تروریزم لپاره پر ورانده به جدی مبارزه وکری صلح به افغانستان که تینگه شی چوم را کری جمنی به عملی برنزان تغوره کری؟ آنچه که مربوط به افغانستان هست و برای آوردن صلح و مبارزه با تروریسم که اینها هم برای مبارزه مشترک کسایی که در اونجا نشسته هستند تاکید کردن، چیزی که میتونه ما برسانه اینمی شعاری که اینا تحت او شعار جمع شدن میتونه که ما رو به تمام خواستهای ما برسانه، نه تنها که افغانستان بلکه کشورهای مثل مصر، سوریه، لیبیا، عراق، این کشورهایی که امروز در آتش جنگ می‌سوزند اینها رو هم به صلح دوامدار برسانه. چرا که کسایی که امروز عملا جنگ می‌کنند در این کشورها به نوع یک وابستگی با بعض از کشورهای اسلامی هم دارند. بنابراین اگر اینایی که در این نشست اشتراک کردند و می‌خواهند که همین شعار همبستگی، برادری، عدالت، صلح اینا پیاده شود، عملکرد صادقانی از اینا میتونه که ما رو به اون آرزوهایی که داریم برسانه. بله، دغه ناسته تم را فکر کوي تاسو هم ورته اشاره وکړله د اسلامي هیوادونو ترمنځ د یووالي او اتحاد پرامسته کولو کې ګټور تمام شي ترڅو دوی په جدي ډول په اسلامي هیوادونو کې د تروریزم پر ضد جدي مبارزه وکړي. آیا په دغه مورد باندې چې دوی پر وړاندې اتحاد رامسته کړي دوی په منځ کې یعنی ګټور تمامیدای شي؟ چرا نه؟ اگر کشورهای اسلامی مو اتحاد و همبستگی که از چندین سال به این طرف اینا تحت نام امی سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی جمع میشن، اینها اگر مو اتحاد و همدلی خود بتانن حفظ بکنن، بعد از کشورهای اسلامی نوعی برتری خود نسبت به بعد از کشورهای دیگه میدانن و این بسیار یک نقصه کلان هست در امی سازمان کنفرانس اسلامی، یک نقصه کلان هست برای اتحاد بهتر کشورهای اسلامی و جلوگیری میکند اتحاد. زمانی ما میتونیم به اتحاد در بین کشورهای اسلامی ما دست بیاویم که واقعا در عمل و گفتار کشورهای اسلامی در یک سطح قرار بگیرند به عنوان برادران مسلمان و همو ریختن خون مسلمان ها حرام باشه در همه ای کشورها و هیچ کس جرأت ایره نکنه که برای پیاده شدن اهداف خود یا با خاطر برتری‌جویی های خود او برای ریختن خون مسلمان ها مبادرت ببرزه. متاسفانه که تا حال چنین نبوده. به طور مثال جنگی که اگر بگویم نیابتی یا تحمیلی که امروز در افغانستان هست بخشی برمیگرده به خود کشورهای اسلامی، چرا که یک ده افراطیون از بعض از کشورهای اسلامی به افغانستان حضور پیدا میکنند و در افغانستان میجنگند و این میرسند که خب بعض از کشورها در این راستا یا کوتاهی میکنند و یا عملا دست دارند که چه شود. بعض صورت اتحاد کشورهای اسلامی زمانی میتونه شکل بگیره به شکل درست و واقعی که همه کشورها در یک سطح با یک دیگر قرار بگیرند و به عنوان کشورهای اسلامی برای حفظ
این کشورها به اقدام عملی بردارن. مشروع صاحب د افغانستان شته وضعیت ته پکتو کوم کړکیچن وضعیت چې په افغانستان کې اوس پر حاکم دی، افغانستان کوم موارد باندې په دغه ناسته کې ډیر ټینګار وکړي یا کوم موارد دوی ته وړاندې کړي تر څو د اسلامي هیوادونو همکاري او همدارنګه مرستې ځان ته راجلب کړي تر څو په افغانستان کې له تروریزم سره جدي مبارزه وشي او دغه کړکیچن وضعیت ته هم لږ پام وشي؟ افغانستان تا جایی که ما اطلاع داریم در این نشست رئیس اجرایی که به نمایندگی از افغانستان شرکت کرده مبارزه با تروریسم و افرادگرایی در صدر خواسته های رئیس اجرایی افغانستان هست و طرق رسیدن به صلح هم خود کم هم میتونه به او وصل باشه، چون وقتی یک مبارزه مشترک صورت بگیره با دشمن مشترک میتونه که صلح به وجود بیاره. رسیدن به صلح و مبارزه با فساد اداری، این سه چیز در حکومت افغانستان میخواد که به شکل بسیار مشخص به اینجا مطرح بکنه. هرچند دو چیز، دو مطلب، مسئله مبارزه مشترک با تروریسم برمیگرده به تمام کشورهای اسلامی که کشورهای غیر اسلامی هم در این راستا حکومت افغانستان همکاری میکنن، رسیدن به صلح هم نوعی برمیگرده به خاطر از اینکه کشورهای اسلامی میتونن فشارهای را به وجود بیارند با طالبها، بالای طالبها، شبکه‌هایی که امروز در افغانستان جنگ میکنند و خصوص پاکستان که محتمل کننده اصلی طالبها هست و به عنوان یک عضو سازمان کنفرانس اسلامی در این نشست شرکت داره، میتونه این دو موارد به اونا ارتباط بگیره که اونا در این قسمت توجه جدی بکنند. بحث دیگه بحث خود حکومت افغانستان هست. بنان اگر تمام کشورها هم جمع شوه که مبارزه با فساد اداری صورت بگیره، وقتی حکومت افغانستان خودش انگیزه نداشته باشه، اراده نداشته باشه، این چیز عملی نمیتونه باشه. و فساد اداری هم یکی از عوامل جنگ امروزی افغانستان هست، به خاطر از اینکه نارضایتی آر چه میکنه با وجود میاره، عدالت هر صدمه میزنه. شاید خیلی کسایی که امروز در برابر حکومت افغانستان میجنگن به خاطر اینکه عدالت تطبیق نشده، به خاطر اینکه فساد بوده، به خاطر اینکه حقش ضایع شده، این کسایی که امروز در افغانستان جنگ میکنن همه به عنوان طالبان عمو و که عقیدتاً اونا در برابر حکومت افغانستان جنگ کنن نیست. خیلی از مواردی هست که یک نفر رفته به مراجع عدلی و قضایی، به پلیس، به سایر نهادهای دولتی در مجموع، وقتی دیده که حقش ضایع شده یا دیده که از او فساد بوده یا دیده که به او ظلم روا داشته شده، بنان ای عقدمند شده، عقدمند رفته، از لحاظ به اثر عقده ای که به وجود آمده رفته در صف مخالفین قرار داده، اما عقیدتا نرفته. ولی مبارزه با فساد و برچیدن فساد میتونه که کسایی که عقده ای در برابر حکومت برخورد میکنن اینا را راضی بسازه. بنان حکومت افغانستان اگر اراده و انگیزه قوی برای از بین بردن فساد اداری در افغانستان نداشته باشه، به هیچ وجه کشورهای خارجی نمیتونن بیان برای افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری کمک بکنن. این یک چیز به باور من خیلی منطقی نمیرسه. خب کشورها هم میتونن ما رو همکاری بکنن در هم راستا، چون ما یک کشور نیازمند هستیم، ما در همه ستون نیاز داریم. ولی انگیزه و اراده ما هم برای برچیدن بساط فساد اداری بسیار مهم هست. در قسمت آوردن صلح و جنگ هم چیزی که ما دیروز شنیدیم که حکومت یک راهبرد 5 ساله امنیتی را تدوین کرده و احتمالاً جهت تصویب به شورای ملی افغانستان بفرسته که هم برای ما یک خبر خوش هست، به خاطر اینکه ما 14 سال جنگ دیدیم برای نفهمیدیم دشمن ما کی هست. 14 سال جنگ دیدیم و نفهمیدیم که دوست در افغانستان کی از تعریف نشده بود. روز طالب برادر شد، روز پترکاکا شد، روز دشمن شد، روز هموطن شد، روز به نوعی مخالف سیاسی شد، روز مشخص تعریف، یعنی مشخص نبود. زمانی که مشخص شود در این کشور که دشمن مردم افغانستان کی است و در برابر کی باید مبارزه صورت بگیره، طبیعتاً یک انگیزه برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بیشتر پیدا میشه. این میتونه برای پایه‌های حکومت اثرگذار باشه
و میتونه که مردم افغانستان هم یک کمی امیدوار شوه به این که به این کشور شاید صلح به وجود بیاید. مسئله دیگه که بیشتر باز هم برمیگرده به مردم افغانستان و حکومت افغانستان، مسئله صلح هست. تا زمانی که مردم افغانستان در مجموع نخواهند که این کشور باید صلح بیاید و این کشور باید ما هم به عنوان یک ملت واحد در یک کشور واحد بری در یک خانه مشترک و یک مادر جمعی داریم به نام افغانستان، ما یک فکر مشترک نکنیم با صلح هم تا عام کشورهای اسلامی و غیر اسلامی هم اگر خواسته باشن به افغانستان نمیاد. بنان اینا هم پهلوهای مختلف داره، ابعاد مختلف داره، اینا میتونه که مشترک باشه. مبارزه با تروریسم، کشورهای اسلامی که بیشتر متضرر هستند، هم اسلام عزیز متضرر هست، هم خود کشورهای اسلامی، تمام که به کشورهای اسلامی امروز از تروریسم متضرر هست. خب شاید در بعضی از مواقع در یک از کشورها میبینی یک عمل تروریستی انجام میگیره، اما کشورهای اسلامی هر روز به گلیم قم نشسته هستند. مجلس دلیل پتا که دهی که دلیل برتری‌جویی بعد کشورهای اسلامی، بی تفاوتی کشورهای قدرتمند اسلامی در برابر این پدیده ایشون و ابزار گرفتن قرار گرفتن بعد کشورهای اسلامی از جانب کشورهای غیر اسلامی. اینا نواقص بسیار کلی است که باید کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان مسلمان این موضوعات باید درک بکنند که دیگه ابزار کشورهای غیر اسلامی نشوند، دیگه برتری‌جویی در بین مسلمان ها نکنند آنچنانی که دین مبارک ما میگه و در صداقت داشته باشند برای اتحاد مسلمان ها. این میتونه که بیشتر باشه و دلیل هم همین است که چی شده. ما برای یک مبارزه مشترک ضرورت داریم، هم کشورهای اسلامی ما را همکاری بکنند، هم حکومت افغانستان یک انگیزه و اراده قوی و مشترک داشته باشه و هم مردم افغانستان خود را مکلف بدانند برای اینکه انمی کشور دیگه از بیشتر باید رنج نبینه. این مردم عادی بیشتر هر روز ما میبینیم که جنازه های شهدا به خاک سپرده میشه. حالا از جانب مقابل هم کسای کشته میاد، شب تلویزیون اعلان میکنه که مثلا در فلان جا 30 طالب کشته شد. خب شاید خیلی خوش میشیم که کشته شد، اما یک پهلوی قضیه بعد متوجه باشیم، ولی 30 طالب کشته شده، این 30 تا حداقل 30 تا 5 نفر 150 یتیم و بیوه به جا گذاشته. اینمی پاس به گردن این مردم افغانستان است، اینمی پاس تربیت نان از آب از همه چیز از به گردن مردم افغانستان هست. و این شاید اگر این پهلوی هر مسئله باز نمیخوانند، ما مطالب هم که کشته میشه و باز هم اینمی از این بچه افغانستان هست و او شاید خیلی از این کسایی که کشته میشه نمیدانه که چرا میکشه و نمیدانه که چرا کشته میشه. بنان اگر کشورهای اسلامی تلاش بکنند و مردم افغانستان هم در این قسمت سی بکنند، ما جلوگیری بکنیم هم از کشت و کشتار در افغانستان و برای رسیدن به صلح. و ما هم با حق مسلم ماست من حیث انسان، من حیث بشر، که در این منطقه مثل سایر کشورهای امروز تمام کشورهای همجوار ما در صلح و آرامش زندگی میکنه، اما در این وسط در غم و اندو به سر میبریم. ما هم حق داریم که در صلح و آرامش و رفاه زندگی بکنیم. بله، غلام فارق مهجور له تسلیم انا نکوم. تشکر شما. سلام و وقتتان بخیر، به ادامه برنامه آغاز روز خوش آمدید. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان نشان می‌دهد که در سال 2015 شاهد دهم مورد تخطی حقوق بشری بود. است. بر بنیاد این گزارش، گسترش خشونت، شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان، کشتار توسط قوای امنیتی، شرایط خراب زندان‌ها و خشونت و تبعیض در برابر زنان از موارد مهم تخطی‌های حقوق بشری در کشور است. اما ریاست جمهوری با بعضی یافته‌های این گزارش موافق نیست. معاون سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید در مورد تخطی‌های حقوق بشری توسط نیروهای امنیتی کاهش چشمگیری آمده است و حکومت متعهد به حاکمیت قانون است. گزارشی ببینید در این مورد، دوباره برمیگردیم و بیشتر در این مورد بحث خواهیم کرد.
بر بنیاد گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا در مورد افغانستان که روز چهارشنبه نشر شده آمده است که گسترش خشونت مشمول حملات بر مردم ملکی توسط شورشان مسلح، کشتار و شکنجه توسط قوای امنیتی، شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان از طرف قوتهای حکومتی، عدم تحقیق کافی بدرفتاری ها، عدم توجه به حاکمیت قانون برای کسانی که از حقوق بشر تخطی کردند، شرایط خراب زندان در افغانستان، بازداشت‌های اجباری، زندانی شدن زنان به بهانه اعمال غیر اخلاقی و خشونت تبعیض در برابر آنان از موارد درشت تخطی حقوق بشر در سال 2015 در افغانستان گفته شده است. حکومت افغانستان در این باره چنین دیدگاه دارد. به تیرو کلون پا مقایسه بندی در قانون ماتوانی پیچی او در پیشو گراف راچت سویدی. زین سرغلوانیشی پا دی گزارش کرا غیری دی اغا در 2014 و 2014 سر رابطه لاری. یکی از موارد مهم تخطی های آشکار حقوق بشر در سال گذشته هنگام سقوط شهر کندز صورت گرفت. بر اساس این گزارش طالبان نیز تخطی های حقوق بشری را در برابر غیر نظامیان مرتکب شدند. استعمال بم های خانگی در برابر ملکی ها، حملات انتحاری که در آن افراد ملکی صدمه می بینند، فیر راکت ها و حملات مسلحانه، کشتار هدفمند توسط شورشیان، استفاده از اطفال در حملات انتحاری و آدم ربایی ها موارد مهم هستند که بر بنیاد این گزارش از سوی طالبان صورت گرفته است. در این حال کمیسیون حقوق بشر از طرف های درگیر جنگ می خواهد که بر اساس قوانین بین المللی نباید افراد ملکی را مورد هدف قرار دهند. بر اساس تعلیمات اسلامی نباید افراد ملکی را مورد هدف قرار بدهند. تاسیسات اماکن مرا مورد هدف قرار ندهند. و دومی که به اساس قوانین جنگ و کنوانسیون ژنو در اوج حکم موجود هستند که طرف قضیه و نزاع در کشور میشه که دولت نباشه و مخالفین دولت باشه و مجبور مکلف هستند که عرف بین المللی جنگ مراعات بکنند. کمیسیون حقوق بشر اصلاحات با وجود آمده در نظام عدلی و قضایی کشور را در یک سال گذشته بسنده نمی داند و می گوید این اصلاحات به گونه ای باشد که دسترسی به عدالت سهل گردد و هیچ گونه مافیات و سهلنگاری در بررسی پرونده ها موجود نباشد. شما بینده گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان بودیم. بیشتر بحث میکنیم در این مورد با خانم قدریه یزدان پرست، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر که با ما هستند. خانم یزدان پرست خیلی خوش آمدین و سپاسگزار از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. آنچه که وزارت امور خارجه آمریکا نشر کرده در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان، فکر میکنین که با شرایط کنونی و وضعیت کنونی حقوق بشری در افغانستان چقدر مطابقت داره از دید شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم و سلام به همه بیننده های محترم. اما طور که شما هم ملاحظه کردین، هم گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا را دیدین و هم اظهارات نمایندگی دولت افغانستان دیدین. ما فکر میکنم که در سری از موارد دولت افغانستان تلاش هایی کرده تا نقض حقوق بشر تقلیل پیدا کنه، کاهش پیدا کنه، ولی گزارش حتی روز مطالب است. ما وضعیت حقوق بشر در افغانستان خرابتر از این میبینیم که حتی در گزارش انعکاس یافته، مخصوصا در مورد حق زن و نقض حق زن و تبعیض علیه زنان و خشونت علیه زنان. شما شاهد و گواه موارد بسیار عمیق‌تر و خشن‌تر و گسترده‌تر نقض حقوق بشر، نقض حق انسان و نقض حق حیات هستین در افغانستان. ما فکر میکنم که مسئله حق بشر و حق انسان در افغانستان مسئله در خور توجه و بازخواست است. هم دولت و هم نهادهای مسئول و موظف به تأمین حقوق بشر باید به این مسئله بپردازند، آسیب ها را شناسایی کنند و با یک برنامه جدید در جهت کاهش خشونت ها در افغانستان تلاش. آنچه که شما اشاره کردین خانم یزدان پرست که کاهش یافته و کارهای هم صورت گرفته در مورد نقض حقوق بشری در افغانستان از سوی حکومت افغانستان، اما این گزارش نشان میده که هنوزم وضعیت شکننده هست و هنوزم کارهای اساسی صورت نگرفته. فکر میکنین که چرا باید هر سال شاهد افزایش این گونه حقوق نقض حقوق بشری در افغانستان باشیم و گام های عملی آنچنان که باید برداشته شده شوه تا حالا برداشته نشده در این مورد؟ اتفاقا که ما گفتم که در موارد محدود تلاش ها صورت گرفته، مثلا در مورد زندان ها و توجه به وضعیت زندان ها، ولی در اهم مسائل
باور ما ایست که اتا گزارش انعطاف پذیرتر است، خشونت بیشتر از گزارش است، خشونت زیادتر است، مورد نقض حق بشر بالاتر از آن چیز که در خشونت در گزارش ذکر شده. خیلی آمده ما انتقاد کردن که گزارشی که نشر شده بی‌طرفانه نبوده، همه جانبه نبوده و شاید یک دید سیاسی حتی بارش گفتن که از دید سیاسی نشر شده باشه. پس از صحبت شما این گونه پنداشته میشه که گزارش همه جانبه بوده، بی‌طرفانه بوده؟ من فکر میکنم که ادهی که باور دارن که سیاسی بوده به خاطر که در یک زمان حساس انتشار یافت. مردم افغانستان انتظار شنیدن حرفهای خوب و پیامهای امیدوار کننده را دارند. مردم افغانستان در یک وضع بسیار ناامنی روحی و روانی قرار دارند. شاید به این دلیل من هم باور دارم که زمان نشر گزارش باید فرصت دیگه انتخاب میشد. و اما در مورد نقض حق انسان شما شاهد هستیم که هر روز بینی زن بریده شده، گوش زن بریده شده، زن به شلاق زده شده، زن به درخت بسته شده، زن به بهانه های مختلف سنگسار شده و حتی موردی که موجه نبوده زن شکنجه های بسیار ناانسانی و غیر انسانی بالایش صورت گرفته و همچنان کشتار افراد ملکی را شاهد هستین، بم ریختن ها را شاهد هستین، شاهد وقایع انتحاری هستین و در ولایاتی که گاه به دست یک جناح گاهی هم به دست جناح دیگر می باشه شما شاهد مورد جدی نقض حقوق بشر هستین. در این راستا حکومت افغانستان زمانی که این گزارش نشر شد بسیار از جاها را رد کرد و گفت که حکومت افغانستان هم کارهای در این راستا انجام داده و حتی گفته که بیشتر کار کرده روی نهادهای عدلی و قضایی تا بتونه این مسئله به صورت جدی پیگیری شود و موافق نیست با بعضی از موارد این گزارش. کمیسیون مستقل حقوق بشر این گزارش را چگونه ارزیابی میکنه؟ آیا اونها هم با حکومت موافق هستند در بعضی موارد یا نه مشخصا با گزارشی که از سوی وزارت امور خارجه آمریکا به نشر رسیده موافق هستند بیشتر؟ اساسا دولت ها موظف هستند تا بر افراد خود امید بتن. من فکر می کنم که دولت خوب است که اعلان کنه که ما در جهت تأمین حق بشر هستیم. این یک پوینت مثبت است که دولت هنوز هم تعهدش به تأمین حقوق بشر اعلان می کنه و تلاش هایش در جهت تأمین حقوق بشر ادامه می ده. این یک امر مثبت است و من این مورد تشویق می کنم و انشالله که گام های جدی تر برای تأمین حق انسان برداره. در مورد تایید و رد گزارش ارائه شده تا هنوز روزهای رسمی آغاز نشده تا دیدگاه واحد از کمیسیون حقوق بشر داشته باشیم، اما ممان حیث کمیشنر بخش زنان بیشتر به مسئله زنان تمرکز میکنم و در مورد نقض حق زن بحث دارم که مده این مورد حتی گزارش انعطاف پذیرتر میدانم. مورد نقض حق زن بیشتر از این و عمیق‌تر از این بود. در کدام مواردی که در این گزارش نشر شده شما بیشتر تاکیدتان روی مورد نقض حقوق بشر بخصوص در بخش زنان داشتین در افغانستان و حتی فکر اشاره میکنین که بیشتر مشکلات وجود داشته و اون چیزی که در این گزارش بوده بحث نقض حقوق بشر در افغانستان در مقابل زنان بیشتر از این چیزی است که در این گزارش هست؟ چرا باید حکومت ناکام باشه در این عرصه و چرا نتونه که واقعا همون فضای را و همون سرمایه را و اون پولی را که برای زنان افغانستان مصرف شد بتونه که درست استفاده بکنه و کار بنیادی برای زنان افغانستان انجام بده؟ نبود دیدگاه باعث از این میشه که ما همیشه مورد انتقاد باشیم و همیشه گزارشات جدی و تان در مورد نقض حق انسان ارائه شود. من نمیتونم که بیشتر حکومت آماج قرار بدم. نقد عمودی نقد از خود است، نقد اصلاحگر نقد از خود است. من فکر میکنم که کمیسیون ملی مستقل حقوق بشر باید با یک نگاه اصلاحگر به کارکردهای خود بپردازه. کارکردهای 14 سالی کمیسیون مورد بررسی قرار بگیره و ای که نتانستیم دست آوردهای جدی در مورد تأمین حق انسان داشته باشیم بدون آزردگی و بدون دید شخصی و بدون خوشی ها و خفگی های فردی و گروهی به حق انسان بیندیشیم و آسیب شناسی کنیم، در برابر چالش ها فرصت ها را ارائه کنیم، ما با یک نگاه نو به زندگی برخورد کنیم، یک بار بیندیشیم که ما تا اینجای کار که آمدیم چی کردیم و چرا مورد نقض حقوق بشر نمیتونیم جلوگیری کنیم و بعد از این چی باید کنیم. ما تا حال تا اینجای کار که آمدیم همیشه احساسات ملت نشانه گرفتیم. ما از نهادهای مسئول می طلبم
تا بعد از این خرد مردم نشانه بگیرن و با خرد باوری به نقض حق انسان خاتمه بتن و بالاخره ای که ما مردم باید باورمند به حق انسان بسازیم. همه تلاش ها در جهت تغییر باورها بر تأمین حق انسان باید صورت بگیرن. خانم یزدان پر، زمانش که شما در مورد کارهای کمیسیون مستقل حقوق بشر صحبت میکنید، بیاین خیلی در مورد کارهای شما هم صحبت بکنیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر در راستای نقض حقوق بشری و خصوصا در مورد زنان چه کارهایی را انجام داده، چه دستاوردهایی داشته و چه قدر صحبت‌هایی هم با سران حکومت در این راستا داشته تا این مشکل کاهش پیدا بکنه؟ کمیسیون ملی مستقل حقوق بشر در مورد تأمین حق زن با ثبت راجستر موارد خشونت علیه زن پرداخته، مواردی که قابل حل بوده به نهادهای مربوط او را فرستاده، ارسال داشته، مثلا قضای خانوادگی را بر محاکم به سارنوالی ها به نهادهایی که قابل حل است، مواردی که خشونت علیه زنان صورت گرفته تا حد ممکن سعی کرده تا این خشونت ها تقلیل پیدا کنه. ولی این تمام کارهایی که ما انجام میتیم مبارزه با معلول است. ما طرح می است که باید مبارزه با علت صورت بگیره. ما از ریشه بخشکانیم، ما به ثبت و راجستر و حل مشکلات زن میپردازیم، ولی ما باید با تدابیر پیشگیرانه برای نقض حق زن بریم. مشخصا پیشنهاد هم کمیسیون مستقل حقوق بشر داشته در این مورد؟ ما فکر میکنم که ما باید یک پیشنهاد داشته باشیم، ما باید در داخل کمیسیون یک دیدگاه مشترک داشته باشیم، با قضایا بیندایشیم، جلسات منظم هفتوار داشته باشیم و بالاخره با طرح برنامه با مقامات مسئول حکومت ملاقات داشته باشیم و طرح خود ارائه کنیم. وقتی بحث از این میکنیم، همیشه اگر انتقاد ما جانب حکومت میکنیم، حکومت کی است؟ همه ما، حکومت از نهادها تشکیل شده، باید نهادها به حل معضلات بپردازه. دو نفر که در اساس شاید نتونن به همه این مسائلی که در کشور است بپردازن، از این سبب نهادها وجود داره، وزارتخانه ها وجود داره، کمیسیون ها وجود داره که هر یک از این نهادها توظیف است به مسئله مشخص و در ارتباط به کار مشخص مسئول است. اگر نقد به جانب حکومت صورت میگیره، نهادهای مسئول اون نقد باید بر بتابن، باید اون نهادهای مسئول به نقد توجه کنن و در رفع از اون انتقادات و در اصلاح از اون مشکلات بپردازن. شما از دولت و از نهادهای حکومتی صحبت کردین که باید بیشتر تلاش بکنن در این راستا. در گزارشی که وزارت امور خارجه نشر کرده آمده است که بیشتر نقض حقوق بشری توسط اراکین دولتی صورت میگیره و بیشتر کسانی که در رأس هستند باعث میشن که حقوق بشر نقض شود در افغانستان و این یک پدیده جدی حتی باید در این گزارش اشاره کردن. فکر میکنین زمانی که از سوی اراکین دولتی حقوق بشری نقض میشه، پس کدام نهادها بیشتر مسئول هستند که بیان در این راستا کار بکنن و کی کار خواهد کرد؟ نهادهای حامی حقوق بشر، نهادهایی که توظیف است برای تأمین و رعایت و تعمیم حق بشر، باید برنامه مشخص داشته باشند. باید بتانیم که این مشکلات را مهار کنیم، باید یک دکترین ملی در سطح کشور برای کاهش خشونت ها داشته باشیم، باید مسئولان تراز اول حکومتی را اصلا بکشانیم. اصلا ما تا هنوز یک حرف و پیام نشنیدیم که اینا در حرف و در تئوری گفته باشن که ما بر نقض حق بشر میریم، ولی در عمل حق بشر، حق انسان، حق زن نقض میشه. ما باید از این فرصت ها استفاده کنیم. ما باید وقتی میبینیم که اینا اراده ازیر دارن که بر تامین حق انسان کار کنن، ما باید با برنامه، با طرح، با پیشنهاد با مسئولین صحبت کنیم، یک دکترین ملی ایجاد کنیم، یک دکترینی که واقعا پاسخگوی نیاز جامعه به زمین خورده ما باشه. خب جامعه به زمین که افتادیم. شما از طرح و برنامه صحبت میکنین و از پیشنهاد صحبت میکنین، اکثر انتقادها این است که بیشتر زمانی که برنامه های رسانه ای ایجاد میشن، نهادها یا مقامات حکومتی میاین و دهها میتن از برنامه ها صحبت میکنن، پیشنهادهایی را میکنن، اما بیشتر پیگیری نمیشه این مسئله و به باد فراموشی سپرده میشه. چرا زمانی که ما صحبت میکنیم بیشتر شعارگونه باید باشه تا اینکه بریم به عمل و واقعا ما یک طرح عملی داشته باشیم، یک پیشنهاد عملی داشته باشیم که بتونیم روش کار بکنیم و این مسئله را کاهش بدیم؟ خب وقتی بحث از طرح شد، پس شعار نیست. شعار یک حرف های متفاوت از طرح است. طرح برنامه است، طرح پالیسی است، استراتژی است که ما باید ایره آماده کنیم و از عملی شدنش نظارت کنیم. باید ما ناظر بر عملی شدنش باشیم، باید نظارت کنیم، کنترل کنیم. پارلمان افغانستان باید نظارت کنن، کنترل کنن. باید متوجه باشیم که مستقل بودن به معنی بی‌تفاوت بودن و غیر مسئول بودن ما نیست.
اصطلاح مستقل بودن در کمیسیون ملی مستقل حقوق بشر یک تعبیر متفاوت داره، اما ما مستقل به معنی بی تفاوت نیستیم. مستقل به معنی استقلالیت از کارکردهای وزارتخانه ها و استقلالیت در امور کار، در امور تأمین حق بشر، در امور بیتفاوتی و بیمسئولیتی ما مستقل نیستیم. شما تاکید میکنید که باید طرح داشته باشیم، پیشنهاد داشته باشیم. ما سالهای زیادی را داشتیم خانم یزدان پرست که باید این طرح ها عملی میشد، پیشنهاد ها عملی میشد، کار صورت میگرفت. فکر نمیکنید فرصت زیادی را از دست دادیم و هنوز شما تاکید میکنید که حالا باید یک پیام جدید داشته باشیم، یک اقدام نو داشته باشیم، یک کار نو داشته باشیم در این عرصه؟ قطعاً ما میفهمم که سالهای زیاد از دست رفته و عبس از دست رفته. شما حرف مرا میگین در واقع. ما سالهای دوام با امکانات زیاد، با سرمایه‌های جهانی، با حمایت‌های سیاسی حکومت، با حمایت‌های قانونی، قانون اساسی و قوانین نافذه کشور که مقصر بوده که نتونسته از این فرصت های طلایی استفاده بکنه. این باید بررسی شود. اگر که یک فرد صحبت کنه یک موضوعی درست نشان نمیده، این باید بررسی شود. باید حکومت کارکردها را بررسی کنه و معلوم شود که کی مقصر است، کی کوتاه آمده. ولی این به این معنی نیست که اگر فرصت ها را از دست دادیم ما فرصت دیگری را هم باید به این عنوان که سالها از دست رفته از دست بدیم. هر زمانی که جلو اشتباه را بگیرین آغاز نفس. ما فکر میکنیم که آلم که متوجه شویم هنوز هم خوب است. یعنی تو هنوز متوجه نشدین، نه کمیسیون مستقل حقوق بشر و نه حکومت افغانستان و با گزارش هایم که نشر میشه چند صحبتی میباشه و هنوز هم کار عملی در دست نیست دیگر خانم یزدان پرست. من فکر میکنم که در بحث و در مصاحبه عمیق‌تر از این نمیشه صحبت کرد که متوجه شدیم یا متوجه نشدیم گفته شود. تنها من میگم که از این فرصت ها استفاده کنیم، با این واقعات پرش کنیم، ما یک برنامه متفاوت بگیریم. یعنی باید متوجه شویم که از کجا آغاز کنیم کارا تا ما جلو نقض حق انسان بگیریم. زمانی که از آغاز کار صحبت میکنیم پس بیشتر اشاره بکنیم که از کجا باید شروع شود، از کجا باید کار آغاز بکنیم تا بتانیم که یک دستاورد خوبتری در این راستا داشته باشیم. ما باید که تمام چالش هایی را که در طول 14 سال مواجه بودیم، تمام آسیب ها را شناسایی کنیم. بعد از اینکه آسیب ها را شناختیم شما میفهمید که درک یک مسئله مقدم بر ترک از او است، درک یک مشکل مقدم بر ترک مشکل است. ما باید درک کنیم که مشکل در کجا بوده، بعد از او یک آغاز دیگه کنیم که ما دیگه این مشکل ها و چالش ها را نداشته باشیم. احتمالاً که کارکرد حقوق بشر از یک جای آغاز شد همیشه ناکام نیست، یک سر دستاوردهایی داشته، یک سر کارهایی داشته. ما در مورد مثبت ها نمیخوایم صحبت کنم، در مورد چالش ها صحبت کنیم که او را چطور میتونیم به فرصت تبدیل کنیم. ما همیشه از دستاورد و از کارکرد صحبت کردیم، ولی این بار باید به این نکته توجه کنیم که ما این چالش ها را چگونه به فرصت ها تبدیل کنیم و چگونه بتانیم که این موارد نقض حقوق بشر را به تأمین حقوق بشر ما بدل کنیم و این انتقادات جهانی را به تقدیر جهانی بر تأمین حق انسان در کشور خود بدل کنیم. همواره چنین گزارش هایی داشتیم در مورد نقض حقوق بشری در افغانستان و نگرانی هایی که همواره از سوی جهان وجود داشته در افغانستان. این بار هم گزارشی که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نشر میکنه در این باره و شدیداً ابراز نگرانی میکنه در این عرصه. فکر میکنین که نشر این چنین گزارش ها چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و چقدر میتونه که واقعا تاثیر آنچنانی بگذاره که حکومت به خودش هم تکانی بده و در بسیاری از موارد تلاش خود داشته باشه که اون موارد رد بکنه و یک کار عملی بکنه در این راستا؟ خب این گزارش ها در دو بود میتونیم بررسی کنیم. یکی در بود که از دیدگاه حکومتی بررسی شود که واقعا یک زمان مناسب تر از این میخواست که گزارش ارائه شود، همزمان با بعض تحولات سیاسی که در کشور شما میبینین یا بعض تغییرات و پیشرفت ها و یا حرف هایی در کشور بود، زمان نشر این گزارش باید فرصت دیگه انتخاب میشد. در این مورد ما با یک تعداد از کسایی که فکر میکنن برخورد سیاسی شده موافق هستم، ولی در مورد تأمین حق انسان، در مورد جلوگیری از نقض حقوق بشر، به نظر ما همچو گزارش ها، همچو نقد ها تکان دهنده است، زنهار دهنده است، بیدار کننده است. ما باید متوجه شویم و خوب است هر از گاهی همچو گزارش نشوه جامعه جهانی توجه داشته باشه، نشان دهنده
این گزارش نشان دهنده توجه جامعه جهانی به موارد نقض حقوق بشر در کشور است که من استقبال میکنم. خوب است که جامعه جهانی توجه جدی تر داشته باشه، عمیق تر داشته باشه و بررسی کارکردهای ما بپردازه، و بررسی کارکردهای کمیسیون ملی مستقل حقوق بشر بپردازن تا ما بیشتر بتانیم که متوجه شیم، خود عیار بسازیم. اگر کار خوب کردیم خوبتر ازی کنیم، اگر که کار ما ضعف دارد در رفع ضعف و نواقص بپردازیم. من فکر میکنم که گزارش ها باید هر از گاهی وجود داشته باشه. گزارشی که از سوی وزارت امور خارجه آمریکا نشر شده موارد متعددی را به اشاره کرده که در این مورد نقض حقوق بشری در افغانستان بیشتر وجود داشته. این گزارش نشر شد و کمیسیون حقوق مستقل حقوق بشر چه برنامه‌ای را از این پس روی دست خواهد گرفت، چه برنامه‌ای را با حکومت خواهد داشت، چه پیشنهادهای مشخص داره که بتونن بیشتر روی این گزارش کار بکنن و روی مواردی که هنوز هم به دید شما مشکل ذاتر است، به خصوص نقض حقوق بشری در مورد زنان که بیشتر شما فکر کردین که حتی گفتین که عمیق‌تر است این مسئله، چه برنامه‌ای خواهد داشت در آینده؟ کاش میتونستم که بگویم که چی برنامه‌ای خواهد داشت. اگر شما برنامه شخصی مرا، دیدگاه و نظر ما را میگین، میتونم امرایتان شریک کنم. ولی برنامه کمیسیون مشخصا که چقدر هماهنگی خواهد بود بین حکومت افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر که در این گزارش ها و موارد را که این گزارش از سوی وزارت امور خارجه نشر شده بررسی بکنن. این را اجازه بفرمایین که ما روز رسمی را آغاز کنیم. بعد از نشست جلسه کمیسیون، بعد از نشست در کمیسیون حقوق بشر، این موارد برای شما، یعنی مشخص برنامه هست که روی این موارد و این گزارش صحبت های شما داشته باشین با حکومت افغانستان و بتونین این شریک بسازین و مواردی که بیشتر مورد توجه شما هست روی ازو تاکید بکنین که حکومت بیشتر اون مورد توجه قرار بده. حداقل من این کارو میکنم که جلسه کمیسیون را فرا میخونم برای دقت روی ازی گزارش و ای که چقدر میتونن، یا ما سه نفر یک تعداد از کمیشنرها به این باور هستیم که همیشه طرحهای ما آینده نگر باشه و ما سعی میکنیم که جلسه کمیشنرها را فرا بخوانیم تا یک برنامه برای آینده داشته باشیم و انشالله بعد از این نشست باز هم در خدمت شما خواهیم بود. سپاسگزاریم از شما خانم قدیه زنپرست، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر که در استودیو نیوز تشریف آوردیم و صحبت هایی را در رابطه با گزارشی که وزارت امور خارجه آمریکا در مورد نقض حقوق بشری در افغانستان منتشر کرده بودن صحبت های داشتن. از امروی شما هم سپاسگزاریم. وقفه کوتاه، دوباره برمیگردیم. برای برنامه آغاز روز خوش آمدید. اظهارات اخیر جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره میاد حکومت وحدت ملی در تضاد با حاکمیت ملی افغانستان است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین با بیان این مطلب میگوید نیاز نیست تا بیگانه ها اراده مردم افغانستان را تمثیل کنند و مردم حق دارند تا حکومت قانونی داشته باشند. آقای کرزی یک بار دیگر آمریکا را به مداخله در انتخابات افغانستان متهم میکند. گزارش در این مورد ببینید، اما بیشتر بحث میکنیم در استودیو با مهمانی که در این رابطه با او بیشتر بحث خواهیم داشت. کسی که پس از حاکمیت 13 ساله و به دنبال انتخابات قدرت سیاسی را واگذار کرد، آمده است و از اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا درباره عمر این حکومت انتقاد می کند. رئیس جمهور پیشین می گوید تعیین کردن زمان عمر حکومت از سوی بیگانه ها خلاف قانون اساسی و در تضاد با حاکمیت ملی افغانستان است. جان کیری اخیراً در سفرش به کابل گفته است حکومت وحدت ملی بر اساس توافقنامه سیاسی برای 5 سال است، نه برای 2 سال. هر افغان این حق داره که حکومت چون قانونی باشه و در مطابقت با قانون اساسی افغانستان باشه و زیر بار بیرونی نباشه و بیرونی ها میاد حکومت ما رو تعیین نکنه. حکومت وحدت ملی حاصل انتخابات است که مدیران آن را حامد کرزی تعیین کرد و آقای کرزی از مقام ریاست جمهوری شاهد امضای توافقنامه سیاسی این حکومت بود. از کرزی پرسیدم چرا شما برای حل بحران انتخاباتی به جای جان کیری پا در میانی نکردید؟ آیا به باور شما حکومت وحدت ملی 5 ساله است یا 2 ساله؟ ولی بازی دیگه که اینا میخواستن اگه حالت را در افغانستان ایجاد کردن که طبق میل اهداف امریکا باشه، در او زور مانه میکشید که مانه شیم، چون اگر اقدام میکنم او مداخله تلقی میشد و وضع خرابتر میشد. بخش دوم سوال ما هم جناب او چی بود؟ خود او نباید تبصره کنم، او کار بنیست.
چون تبصری ما اثراتی می داشته باشه و کار حقوق دانا و قانون دانا ماست و کار قانون اساسی می کنه تبصره اونا. رئیس جمهور پیشین افغانستان صریحاً بیان می‌دارد که بحران انتخابات حاصل مداخله خارجی‌ها به ویژه آمریکا است. کرزی با انتقاد از برخی نخبگان افغانستان حتی در شعر اقبال لاهوری تغییر آورده است. خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت، با آن ملت سر و کار ندارد که نخبگانش از برای دیگران کشت. دوباره خوش آمدید. بیشتر بحث میکنیم در مورد صحبت های رئیس جمهور پیشین افغانستان آقای کرزی با سید فاروق هاشمی استاد دانشگاه که در استو با ما هستند. آقای هاشمی خیلی خوش آمدید و تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. زمانی که آقای کری با افغانستان آمد و در مورد حکومت و در مورد 5 ساله بودن حکومت وحدت ملی صحبت کرد، یک سری انتقادهایی را این سفر در پی داشت. در تازه‌ترین صحبت ها هم صحبت های آقای کرزی شما شنیدین که در بسیاری از موارد موافق نبود و انتقادی هم در این راستا داشت. در نخست میخوایم ارزیابی شما را صحبت های آقای کرزی داشته باشیم که دیدگاه شما در مورد این صحبت ها چی است؟ خب نخست سلام عرض میکنم به شما بیننده های عزیز و کارمند های شما. امید از همه در پناه حق که با همترین پناهگاه از قرار داشته باشند و روزگار خوش داشته باشند. از همه اولتر باید بگوییم که خارجی ها یا امریکایی ها از زمان قبل، اگر ما برگردیم به زمانهای گذشته، از زمان امیر عبدالرحمن خان به این سو خارجی ها به یک شکل نه به شکل در افغانستان دسترسی داشتند و میخواستند که در افغانستان در حکومتش، در فرهنگش، در عناناتش، در هر چیز افغانستان مداخله داشته باشند. این مداخله ممکن به شکل مستقیم بود و یا هم غیر مستقیم توسط کسایی که از خود افغانستان اونها تربیه کرده بودند و روان کردن به افغانستان و از طریق از اونها امو افکار و اندیشه های خود را به بالای مردم افغانستان، بالای فرهنگ افغانستان تطبیق میکردن. و ای که آقای جانکیری چند روز قبل آمد به افغانستان و پیرامون موافقتنامه حکومت وحدت ملی صحبت کرد و گفت که در 3 سال دیگر هم شاید امی موافقتنامه ادامه داشته باشد، چون گفتن که در موافقتنامه تا به حال نیامده که اگر جرگه عنعنوی خواسته نشوه باید حکومت ملغا اعلان شوه. به این شکل تا به حال گفتن که نامده، ولی در موافقتنامه این گونه آمده که باید تا 2 سال بعد باید جرگه عنعنوی خواسته شوه و موقف ایشان را تعیین بکنه، که تا به حال این کار صورت نگرفته. اما فکر میکنین که چرا دیدگاه تغییر کرده؟ با آنچه که در موافقتنامه ذکر شده که در طول 2 سال باید لوی جرگه قانون اساسی برگزار شود و تصمیم گرفته شود در این مورد، اما آقای کریمیان و به صراحت میگن که نه، تا این حکومت وحدت ملی تا 5 سال دیگه ادامه خواهد داشت. فکر میکنین که این بحث به کجاست و اگر به این دید بیشتر بپردازیم، چرا باید آنچه که در توافقنامه صورت گرفته عملی نخواهد شد و آنچه که آقای کریمیان و در مورد حکومت 5 ساله صحبت میکنن مورد توجه قرار بگیره؟ خب من قبلا عرض کردم، گفتم که حکومت خارجی یا خارجی ها از هم اوائل به افغانستان حکمرانی کردن و خواستن از یک طریق نه، به طریق به حکومت افغانستان دست پیدا بکنن. ولی امروز که آقای کری قبلا شاید به شکل غیر مستقیم می آمدن مداخله می کردن و حالا به شکل مستقیم آمدن آقای کری و در رابطه به حکومت وحدت ملی تصمیم اتخاذ کردن و گفتن که تا 3 سال دیگر باید ادامه پیدا بکند. و ای که چرا لوی جرگه عنعنوی را به اینجا نمی خواهن، دلیلش ای است که اگر جرگه عنعنوی را بخواهند، پس در اینجا مردم ما، هموطنان ما از این حکومت فعلی که است به تنگ آمدند و نمیخواهند که دیگه این حکومت وجود داشته باشه. و امین دلیل است که آنها حراس دارند، ترس دارند مبادا که فردا اگر لوی جرگه عنعنوی خواسته شوه حکومت ما ملغا شوه و ما حکومت خود را از دست بدیم. به همین ترس آقای جانکری آمد و 3 سال دیگه هم حکومت اینها را
پیش بردن و گفتن که میتونن که 30 سال دیگر هم باید حکومت بکنن و از بین برده نمیشه. در یکی از قسمت های صحبت های آقای کرزای صریحا اشاره کردن که زمانی که ما چوب هستیم و یا سکوت میکنیم دلیل کمزوری ما نیست بلکه متانت ما است که ما چیزی نمیگیم. فکر میکنین که اگر این سکوت بشکنه نتیجه چه خواهد بود و چه برخورد صورت خواهد گرفت؟ خب آقای کرزای دیروز حرفایی را گفتن که زد نقیز هم بود. در اوایل گفتن که ما به آمریکایی ها رفتیم و عذر کردیم و از اونها خواستیم تا بیاین ما را از شر طالبان نجات بدهند و آنها را ما آوردیم. آقای کرزای البته ادعای شمی است که ما تا آمریکایی ها را آوردیم تا از شر طالبان نجات پیدا بکنند افغان ها، ولی حالا میبینیم که در مقابل خود امریکایی ها استادگی میکنن و میگوین اگر امریکایی ها خود را لیس نکنن یا به اصطلاح بگویم سیده نکنن ما علیه آنها برخورد دیگه را خود انجام دادیم و ملت افغانستان شاید بر حکومت امریکا یا امریکایی که به اینجا آمده بر علیه آنها استادگی بکنن. البته ما گفته میتونیم که امروز حکومت افغانستان، مردم افغانستان و هر فرد افغانستان الحمدلله آگاهی پیدا کردن، افکارش به شکل افکار قبلی نبوده که هر کسی بیایه یا از کشور خارجی هر کسی بیاین و افکار و ذهنیت های مردم ما را تغییر بدن و به شکل نه یک شیوه از آنها استفاده بکنن. امروز الحمدلله رسانه های وسیع و زیادی در افغانستان وجود داره، افکار مردم را ذهنیت مردم را ذهنیت دادن، افکار مردم را بالا بردن و هیچ گاهی هم به این شکل نخواهد شد که به شکلی که آقای کرزای هم دیروز تقلیدانه گفت که ما اگر امریکایی‌ها خود رسیده نکنن یا لیس نکنن ما در مقابل آنها استادگی میکنیم، البته افغان‌ها در مقابل آنها استادگی میکنن. پس آقای کرزای هم باید بدانن که مردم افغانستان حالا آگاه شدن، دانستن افکارشان و ذهنیت‌هایشان پخته شدن و میدونن که کی چگونه بازی میکنه در افغانستان. زمانی که صحبت های آقای کرزای در این مورد شنیدیم و حتی سفر آقای کری به افغانستان و انتقادهای زیاد هم که در پی داشت از تمدید حکومت وحدت ملی، اگر این گونه و پیش بره و باز هم 3 سال دیگر سران حکومت در افغانستان حکومت بکنن و همین گونه حکومت داری به پیش ببرن، نتیجه را شما چی میبینید با توجه به مشکلات زیادی که در طول این 2 سال وجود داشته و در بسیاری از بخش های از متعدد و حتی در کابینه افغانستان که هنوز مشخصا در بسیاری از جاها سرپرست ها کار میکنن؟ خب ما مستقیم نه از آقای کرزای دفاع میکنم در اینجا و نه هم از حکومت وحدت ملی، چون ما قبلا عرض کردم حکومت وحدت ملی مردم به تنگ آمدند و به مو شکلی که قبلا شورای حراست و ثبات هم گفته بودند که تا ماه 15 سنبله را وقت میتیم، اگر آنها کاری را نکنن ما باید اقدام بکنیم، یک کاری را در مقابل آنها انجام بدیم و یک بدیل حکومت را باید در مقابل حکومت داشته باشیم تا مبادا یا نشود که حکومت فعلا که است یا حکومت وحدت ملی که فعلا وجود داره از بین بره و ما بدیل نداشته باشیم جاگزین آن را، یا طالب شوه و یا هم داعش. این دیگه فکر میکنید که حکومت تا 3 سال دیگه هم به کار خود انجام خواهد داد کار خودش؟ خب فکر میکنم این حکومت تا 3 سال دیگر اگر به این شکل روان باشه به شکلی که فعلا است هرگز نه. یک بحثی که آقای کرزای داشتن از تبلیغات دروغین ایالات متحده آمریکا در افغانستان صحبت کردن و اینکه اشاره کردن که در بیشتری از موارد و حتی در انتخابات 2014 هم گفت که آمریکا میخواست به ما سیستم ایجاد بکنه و میخواست که بر ما یک سیستم تحمیل بکنه، فکر میکنید که هدف از سیستم چی بوده و مشخصا آقای کرزای میخواستن که چی پیامی را به مردم افغانستان با این صحبتشان داشته باشن؟ خب این سیستم را همین لحظه و همین حالا هم خود امریکایی ها تحمیل کردن. اگر تحمیل نمی کردن چرا نتیجه انتخابات به شکل درست و دقیقش اعلام نشد؟ فقط کمیسون اعلام کرد، نگفت که نتیجه انتخابات به اینی شکل است که دکتر عبدالله یا دکتر غنی
رئیس جمهور و دیگرش هم باید بازنده اعلان می شد. به او شکل اعلان نشد و کمیسیون انتخابات به شکل اعلان کرد که گفتن آقای غنی را به حیث رئیس جمهور اعلام کرد و آقای عبدالله را هم به حیث رئیس اجرایه، که این نه کدام شیوه قانونی داشت و با قانون اساسی هم مخالفت داشت. و اگر آقای کرزی خودش در امی 14 سال یا 13 سال و 12 سال حکومت کردن، خودش امی پولهایی که سرازیر شد در افغانستان، امیر اگر بلدنگ نمی ساختن گفتن که ما تعمیر ساختیم و بلدنگ ساختیم، امیر تعمیر نمی ساختن، بلدنگ نمی ساختن، امیر بالای خود کمیسیون انتخابات تا حدی را اگر مصرف میکرد، اگر در حکومت از او هر نوع فساد اداری اگر بود، شاید ممکن در حکومت آینده یا حکومت فعلی ایگبخا نمی بود، به خاطر که اگر بالای کمیسیون مصرف میکرد امی پول ها را زیادتر و بیشتر، کمیسیون انتخابات را به شکل درست و دقیقش می آورد، شاید ممکن کمیسیون انتخابات یک کس خوبی را و یک کسی را که برنده است آن را اعلام میکرد و فعلا یک حکومت خوبی می داشتیم. دقیقا آقای کرزی میگه که بیگانه ها نیاز نیست که در افغانستان مداخله بکنن، این اراده مردم است که باید خود مردم تصمیم بگیرن که یک حکومت قانونی در افغانستان داشته باشه، در افغانستان داشته باشن. اما 3 سال از این حکومت باقی مانده است، حکومت وحدت ملی، و با توجه به انتقادهای زیادی هم که وجود داره و حتی گفته میشه که آنچه که آقای کری در صحبت‌های آخر خودشان گفتن در تضاد با حاکمیت ملی افغانستان است، بنابراین فکر میکنید با این دیدگاه‌هایی که وجود داره نسبت به حکومت وحدت ملی و با این انتقادهایی که وجود داره از بسیاری از کارشناسان سیاسی و حتی از کسایی که منتقد حکومت وحدت ملی هستن و بالاخره آقای کرزی که سریعا صحبت‌هایشون در این مورد داشتن، وضعیت چگونه می‌بینین شما؟ خب آقای کرزی هم شاید فکر بکنن که ما یک طرف اپوزیسیون هستیم و ما این رقم نمیگیم که حکومت‌های بیرونی حتما با افغانستان مداخله بکنن، حداقل تا وقتی یا تا زمانی را که ما حکومت ما یا مردم ما به پای خود استاده نشدن به همکاری ضرورت دارن. و این حرفای آقای کرزی شاید حرفای خودش باشه و ما آقای کرزی را نمیگیم که او یک شخصیت ملی یا برجسته است، چون آنها به شکل از طریق بیرون آمدن و در داخل حکومت را گرفتن و ما نمیتونیم بگوییم که آقای کرزی حتما هر چیزی که گفت باید عملی شد. فکر میکنید که حکومت وحدت ملی چقدر آماده هست که واقعا به پیش ببرن این 3 سال دیگر؟ خب حکومت وحدت ملی اگر به پیش برده میتوانست، فعلا امی اوضاع به این شکل نمیبود. از روزی که آغاز کردن حکومت آقای کرزی، قبلا کسایی که مفسد بودن فاسد بودن آوردن و جای دادن و حکومت فعلی که دیده می شوه امو کسایی را که حکومت آقای کرزی اگر فاسد هم نبود تا حدی را یک چیزی را بودن که مخلصانه و به اخلاص کار می کردن، آنها را دور کردن و به جایش امو کسای دیگه که در فساد غرق هستن و فساد می کنن به این حکومت آورد. ما یک مثل داریم در اداری میگن از بد بدترش توبه. بله. سپاسگزارم از شما آقای سید فاروق هاشمی استاد دانشگاه که در استودیو با ما بودن و در مورد صحبت‌های اخیر آقای کرزی که در مورد صحبت‌های آقای جان کری داشتن و واکنشی که داشتن با ما در استودیو بودن. همکارم با شما خواهد بود فوزیه وحدت تا 2 ساعت دیگر با سرویس خبری پشتو. اما برنامه آغاز روز در همینجا با پایان میرسه. تا دیدار بعد، خداوند نگهدارتان.